آقای محمد ناطقی، سرپرست حزب وحدت مردم افغانستان با ما هستند. آقای ناطقی سلام بر شما، سپاسگزارم از مسعود شما در تولونیوس. آقای ناطقی، نشست امروز را دیدید، کمیاب و کاستیای حکومت در کجاست که جریان های سیاسی را مجبور ساخته و حکومت را میگن که با مشکلات روبروست؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. خوب البته یکی از خوبی های دموکراسی همینه که ما نشست های متعددی داریم و افکار متعدد در جامعه مطرح میشه و این خوب است. امروز هم نشستی که در سرینا بود، در اونجا تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی، از رهبران احزاب، همونطور از جامعه مدنی، فعالان مدنی شرکت کرده بود و اینا بحث داشت در ارتباط با مسئله، عمدتا در ارتباط با مسئله انتخابات بحث کردن و مشکلاتی که هست و نگرانی هایی که در این رابطه هستن، اینا در اونجا صحبت کردن و ما هم در اونجا یک صحبت داشتیم. بحثایی که در این مطرح شد همین بود که خب اصل عنوان و اصل اون برنامه که آقای احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد آمیر صاحب مسعود، این برنامه را انداخته بودن، البته اونا یک جریان داره به نام اجندای ملی و آقای ناطقی، حالا این مشکلات اساسی حکومت در کجاست که بیشتر با انتقاد روبروست؟ شما در مورد این مشکلات و دلایل این مشکلات چی میگه؟ البته مشکلات خب ما در بخش‌های بسیار زیاد داریم، تنها یک مورد نیست. در مسئله انتخابات ما مشکلات داریم، در مسئله امنیت مشکلات داریم، در مسائل صلح ما مشکلات داریم، در مسائل در موضوعات مختلف ما مشکلات داریم. یعنی یک مشکل نیست، ما هر در مسئله زندگی مردم، در مسئله حقوق شهروندی مردم، در مسائل مختلف مشکلات هست. یعنی یک مشکل نیست که شما بگید چی مشکل. مثلا ولی در حال حاضر اینا اولویت بحث اینا امروز در ارتباط با مسئله انتخابات بود و که انتخابات باید برگزار شد و همه هم تاکید داشتن بر اینکه انتخابات در موقعش، در زمانش برگزار شد. آقای ناطقی، شما فکر میکنین که انتخابات در زمان معینش برگزار میشه یا نه؟ البته من معتقد هستم که اگر اراده باشه برگزار میشه. خب این اراده وجود داره یا نه؟ انتخابات پارلمانی اونقدر سخت هم نیست. اون چی که مشکل برای ما و شما انتخابات ریاست جمهوری است که واقعا یک مقدار سخته، ولی انتخابات پارلمانی اونقدر مشکل هم نیست. منتها یک مسئله است که احزاب تاکید داره برای اینکه حقشان در انتخابات پارلمانی ضایع نشه. اگر اراده باشه من فکر میکنم انتخابات دقیقا در زمان و در موقعش برگزار میشه. خب امین اراده را شما چگونه برزیابی میکنید؟ اینا در مورد امروز هم که در اینجا بحث شد، در مورد اراده و در مورد اراده حکومت شک و تردید بود. در مسئله احزاب هم این مسئله را برایش مطرح است که رأی ما در اینجا ضایع میشه، حق ما پایمال میشه. اینا حکومت میتونه این مسئله رو جلوگیری بکنه ولی اراده نداره یکی کار رو بکنه که حق احزاب ضایع نشه و رأی احزاب ضایع نشه. اراده کم، اراده ضعیف است. اراده کم است، علتش در کجاست؟ در حالی که حکومت تاکید بر برگزاری انتخابات هم میکنه. خب بله، حکومت مجبوره به اینکه انتخابات رو برگزار بکنه. هیچ راهی غیر از این نیست، هیچ بدیل. امروز اونجا بحثم شد در این سمینار که خب حالا راه های دیگه چی؟ آقای احمد ولی مسعود گفت که اگر انتخابات برگزار نشونه ما یک راه بدیل دیگر را پیش میکشیم، ولی من معتقدم که هیچ راه بدیلی وجود نداره و ما باید از طریق انتخابات و از راه انتخابات به مراحل بعدی و یک تحول و یک چیزی نرسیدیم. جریانایی که اینجا حضور داشتن آقای ناطقی بر یک بدیل تاکید کردن و گفتن اگر حکومت با این وضعیت پیش بره اینا بدیل سازی میکنن، به چی معنی این مرد؟ نه، همه گبه نزدن و همه هم اتفاقا تاکید داشتن بر اینکه انتخابات در موقع و در زمانش برگزار شده و یک خواست منطقی هم هست که انتخابات باید در موقع و در زمانش برگزار شود بدون تاخیر، البته انتخابات پارلمانی. و احزاب هم ما فردا جلسه داریم با کمیسیون انتخابات و ما هم تاکید داریم بر این که انتخابات در موقع و زمانش برگزار شود، احزاب نظارت داشته باشند و دیگر اینکه باید حق احزاب ضایع نشه، رأی احزاب از بین نره و ضایع نشه، که مسئله انتقال و ایناست. آقای ناطقی، در مورد خود انتخابات بعضی از احزاب هم پیشنهاد دارن که تغییرات باید بیه، حتی از اصلاحات گرفته تا موضوع چگونگی انتخابات و تا نو انتخابات اینا روش بگنم پافشاری دارن. در این زمینه شما چی میگید؟ ببینید، در مسئله اصلاحات خب ما به همین مقدار الان همه قناعت داریم که همین
اصلاحاتی که در کمیسیون ها آمده همین درسته. یعنی برادرایی که الان هست ما باید به اینا فرصت بدیم اینا کار کنه، برنامه ریزی بکنه، همان باید با اینا همکاری داشته باشیم، هم حکومت، هم جامعه جهانی، هم احزاب، همه. منتها یک مسئله هست در مسئله احزاب، بقیه شاید قدر چین. در مسئله احزاب، احزاب واقعا نسبت به این قضیه جدی است و شما خبر دارین که چیزی در حدود بالای 28 تا حزب سیاسی ثبت شده تاکید داره و اجازه ما، اجازه نمیدیم تا جایی که در توان ما باشه، ما اجازه را نمیدیم که حق ما مثل گذشته پایمال شود. و سیستم اس ان تی وی بر ضد احزاب است. اینا خواهان تغییر که میگین، اینا خواهان از این مسئله است که با یک کلمه بر این که رأی احزاب توزیع شود و تقسیم شود، بالاخره انتخابات برگزار شود. زیاد مشکل هم نیست و این به پارلمان هم ارجاع داده نمیشه، با فرمان رئیس جمهور مسئله حل میشه. خب حالا که تاکید اینا بر تغییر در قانون انتخابات است آقای ناطقی، شما فکر میکنین که این موضوع پذیرفته میشه و قابل قبول بر حکومت میباشه؟ قانون انتخابات تغییر داده نمیشه. خب در این زمینه تاکید شده آقای ناطقی؟ عرض میکنم ببینید این بحث در پارلمان اصلاً نماره با فرمان حل میشه، فقط دو کلمه است. خب امین فرمان فکر میکنین که حکومت قبول میکنه به خواست احزاب؟ همین گپ هم می دیگه، اگر اراده باشه باید قبول کنه. اگر تصمیم بر اینه که واقعا حق احزاب ضایع نشه و رأی مردم ضایع نشه و از بین نره، بنابراین حکومت این کار باید بکنه. همین احزاب سیاسی است و دموکراسی هم پایه و اساسش احزاب سیاسی است و ما معتقد ما خوشیم و همه هم خوشه که پارلمان ما نمایندگان احزاب در اونجا حضور داشته باشه، چون احزاب طرح داره و یکی از دلایلی که ما پارلمانی اونچنان، البته پارلمانی خوبه، ما با اینا احترام داریم، ولی اگر پارلمان حزبی باشه احزاب مطلقا طرح داره، ولی احزاب ضعیف هم باشه طرح داره. و بنابراین ما معتقدیم که در انتخابات بعدی احزاب جایگاه مشخص و روشنی باید در پارلمان داشته باشه و راه رسیدن به این هدف اینه که باید این تغییر بیه، یعنی این مسئله باید حل شود که رأی احزاب ضایع نشود. امین تغییر چگونه و از کدام مجرا به؟ فقط با فرمان رئیس جمهور میتونه این تغییر به تغییر آمد. مشکل اساسی در اینه که یک کمیسیون شما ایجاد کرده بودید به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، یک خبر دارین، 5 ماه هم کار کردن، 10 تا پیشنهاد دادن و یکی از پیشنهادات اینهایی بود که بالاخره باید چی باشه، یعنی سیستم آرا قابل انتقال باشه، یعنی سیستم چند بعدی که میگه یا ام دی آر که میگه، میگه آرا باید قابل انتقال باشه و این اتفاقا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد داد اما حکومت رو برداشتن و این شک و نگرانی و تردید و ابهام رو برای احزاب ایجاد کرده که چرا این رو برداشتن. خب پیشنهاد یک کمیسیون بود. خب اگر این کار نشه آقای ناطقی پیامدش چی میباشه به احزاب؟ چی خواهد کرد؟ احزاب البته نسبت به این قضیه خیلی جدیه، فعلا هم چی مذاکرات و گفتگوها را اینا ادامه میده. ما فردا با کمیسیون مستقل انتخابات بحث داریم، ما امیدوار هستیم که اینا توجه بکنه. البته کمیسیون در جنبندی خود مسئله را گرفته بود، ولی خوب این برمیگرده به یک تصمیم سیاسی. سپاسگزارم. حکومت باید کارو بکنه. سپاسگزارم. لذا اینه که احزاب مذاکرات خود ادامه میده، ما امیدواریم که دیدگاه احزاب را نادیده نگیره. سپاسگزارم. آقای محمد ناطقی سرپرست حزب وحدت ملی مردم افغانستان، از حضور شما در محور.